با سلام به تمامی بینندگان پرژیان اوات، امیدوارم از هر کجای دنیا بیننده ما هستید حالتون خوب و خوش باشه. امروز در برنامه با هم از سری برنامه های پرژیان اوات میزبان جناب آقای احمد فهیم کوهدامنی هستیم. جناب کوهدامنی خیلی خوش اومدیم. سلامت باشین، خوش باشید. خب اگر در ابتدا جناب کوهدامنی خودتون رو برای بینندگان پرژیان اوات معرفی کنید ممنون میشیم ازتون. خانم رحمانی، خدمت شما و تمامی بینندگان محترمتان سلام عرض می کنم. امیدوار هستم که در هر گوشه از این گیتی که هستند با خانواده هایشان خوشحال باشند. تشکر ممنون. فهیم کوهدامنی نام دارم، در شمال کابل متولد شدیم. در سال 1355 خورشیدی ماه سنبله، 22 سنبله، دوره کودکی در روستای ما بود و در شهر کابل. البته دوره ابتدایی مکتب هم در یکی از مکاتب شهر کابل شروع کردم. بعدا مهاجر شدیم به شهر پشاور پاکستان و مکتب یا مدرسه را تا پایان صنف 11 هم در دوره هجرت، در دیار هجرت با مزرعه به اتمام رساندم و صنف 12 هم را در سال 1374 خورشیدی در لیسه غلام حیدر خان شهر کابل خواندم و پایان رساندم. بعد از این که در سال 1375 طالب ها افغانستان را اشغال کردن، من هم مثل صدها هزار هموطن دیگه ما مهاجر شدیم، ایران رفتیم. در ایران در کناری که باید کار میکردم، بر خانواده ما یک لقمه نان پیدا میکردم، من یک دوره طولانی در انجمن سینمای جوانان ایران رفتم، درس خواندم و مستندسازی و انیمیشن را یاد گرفتم. بعد از اینکه کشور ما آزاد شد، من هم رفتم برگشت کردم به وطن ما. در همون سالهای اول دوره جمهوریت شروع کردم کار رسانه‌ای را و مدیر مسئول تلویزیون امروز بودم. در کنار از اینکه کار رسانه‌ای را شروع کردم، درس را هم شروع کردم در دانشگاه، در دانشگاه تابش. ما دانشکده ژورنالیسم درس خواندم و فارغ ژورنالیسم هم شدم از دانشگاه تابش شهر کابل. و در کنار از اینکه مدیر مسئول تلویزیون بودم، ما یک برنامه تلویزیونی هم داشتم به نام بیا و ببین که نقد خرافات رایج در جامعه ما بود. در پلوی این کارها، چون من قبلا سینما خونده بودم، گاه گاه شوق می کردم که بنویسم، تا ای که تقریبا میشه گفت 3.5 سال پیش برای اولین بار داستان را به نام انتحاری چاپ کردم، یعنی نوشتم و چاپش کردم. اول به زبان فارسی، بعدش به زبانهای پشتو و انگلیسی هم برگردانش کردم و به خط سیریلی که در بین مردم آسیای میانه تاجیک ها به او خط می نویسن، به خط سیریلیک هم برگردانش کردم. همین یک بخش از به اصطلاح معرفی خودم بود که گفتم خدمت شما.